مقامهای ایرانی یک شهروند چینی را که از اقلیت اویقور است پس از ورود او به فرودگاه تهران به مدت 20 روز بازجویی کرده و سپس او را به چین تحویل دادند به گزارش رادیو آسیای آزاد این تاجر اویقور به نام ابوالهاشم تورسون پس از تحویل به چین به جرم سفر قبلی که به امارات متحده داشته به 15 سال زندان محکوم شده است اول هاشم تورسون تصمیم داشت تجارت خود در زمینه خرید و فروش ادویه جات را به ایران گسترش بدهد و به همین منظور اوایل سال 2018 به ایران سفر کرده بود دولت آمریکا و چند پژوهش کرده و نهاد مدافع حقوق بشر دولت چین را به نسل کشی مسلمانان اوغور در ناحیه سینکیانگ متهم کرده و میگویند چین با بازداشت صدها هزار اوغور آنها را به اردوگاه های کار اجباری اعزام می کند. چین این امر را به رغم وجود شواهد گسترده و اسناد متعدد این اتهام را رد می کند. در واکنش به خبر بازگرداندن عبول هاشم تورسون به چین توسط ایران محمد تاهتی، مدیر کمیته حقوقی کنگره جهانی اویغورها این را را به نقض کنوانسیون های بین المللی متهم کرد و گفت که کمیته ای او این پرونده را به سازمان های بین المللی مربوط گزارش خواهند کرد او به رادیو آسیای آزاد گفت که ایران از سال 1956 عضو کنونسیون پیشگیری از نسل کشی نژادی بوده و بازگرداندن یکی از افراد اقلیتی که هدف نسل کشی است نقض قوانین بین المللی است آقای تاهتی معتقد است ایران طبق دستور مقام های چینی عمل کرده و با اشاره به مقام های ایرانی و پرونده این تاجر اویقور گفت غیر ممکن است که آنها نمیدانستند او یک اویقور مسلمان است آنها تحقیقات زیادی انجام دادند فرم های متعددی را پر کردند و اطلاعات زیادی جمع آوری کردند دولت ایران که سیاست خارجی خود را حمایت از همه مسلمانان و مستضعفان جهان اعلام کرده تا کنون در مورد مسئله رفتار حکومت چین با مسلمانان اویغور سکوت کرده و دولت های پیشین ایالات متحده بارها به این تناقض در رفتار ایران اشاره کردند دولت ایران تا کنون رویه سکوت در مورد اخبار آزار مسلمانان اویغور در چین را در پیش گرفته بود اما مورد اول هاشم تورسون اولین مورد از تحویل یکی از مسلمانان اویغور توسط مقام‌های ایران به چین است